Магомедов Валид هستم، پسر دوکو، شهروند جمهوری تاجیکستان. بنده دعوت میکرد و بسیار فیلم ها را میموند که نفر ها انتیاری میکنند. چیزای اسلامی باشه در زندگی و اسلام باشه، این رقم میخواستم. در تاجیکستان چیزا نیست. بسیار مردم مسلمان از ظلم میکنند، از لحاظ دین. وقتی مقصد نیتی استشاره کردم، بسیار میخواستم که یک مسجد یا که یک جایی که باشه که کافی رسلی باشن. می بیاییم عقیدت و ویران میکنم. دروغا بسیار گفت، خیلی فسنت کار میکنم. تقریبا 4 ماه تکابل در یک خانه هم بندی، مثلا سوال هایی که در ذهن من باید نیو پرسان میکردم. ما نمیتونستیم تحصیل کنیم در اونجا، از لحاظ دین نمیتونستیم قرآن حفظ کنیم، نمیتونستیم مسجد بریم. مجبورت میکنن، یعنی تا ولت به درجه ای که میزنن تا که تقبل داره که میگوی ها ما جسوس تم. شما یک جا پیسه میابین، شما یک جا تفنگ میخرین، مواد میخرین، من مواد انفجاری. سپورتی که پیسه از طرف اروپا از طرف ترکیه میاد با طریقه ای من پیام با بچه های تاجیک، جوان های تاجیک است که آیا در داخل مسجد یک مردی که دعا میکنه از الله طلب میکنه که شفاش بده، تو میدونی انتیاری میکنی اسلامیت میشوند، این دعوت اسلامی میشوند. چیزایی که امام اعظم رحم الله هست، این چیزا شو میبینند، بعد بینی دارند، قبول نمیکنند مقصد. شما دیروز خواهری من را سطر شکشدین، این روزی خواهری دیگر هم. زندان های تاجیکستان پر از مسلمان های است که نوق رفتگی من خمشدگی هستم برای درسی تعلیم دیدن. دشمنان اسلام که حاکمیت پرچم اسلام لرزه بر اندامهایشان انداخته است، هرگز نمی خواهند این را بپذیرند که امت محمدی صلی الله علیه و سلم زیر نام اسلام دارای حاکمیت باشند و شریعت مقدس الهی را تطبیق نمایند. خداوند متعال با کرم و نصرت خاص خود به مردم مؤمن و مجاهد افغانستان آزادی و فتح بزرگ را نصیب کرد. جهاد بیساری مردم غیور افغانستان در برابر اشغالگران غربی معرکه نامتوازن و بیدار کننده بود که بالاخره پیروان ایمان، تقوا و توکل غالب و معتقدین مادیات ناکام، ذلیل و مجبور به فرار شدند. بعد از فرار و شکست اشغالگران و مزدوران حلقه به گوش آنان، تمامی جزایر قدرت از بین رفتند و امنیت سرتاسری بعد از 2 دهه تأمین شد. اما این که سازمان های استخباراتی جهان همواره در صدد بدنامی اسلام هستند، از همین جهت خواستند گروه های نیابتی را برای تحقق اهداف خود ایجاد و حمایت نمایند. این گروه های منفور شده زیر نام مقاومت و داعش جای پا در داخل افکار و قلوب مردم نداشتند، بناچار برایشان شروع به ایجاد پایگاه ها و مراکز جلب و جذب در خارج از افغانستان نمودند. یکی از این پایگاه‌های عمده تاجیکستان می باشد. حکومت تاجیکستان که همواره در نشست‌ها و کنفرانس‌های جهانی سخن از تهدیدات بلند از جانب افغانستان زده، ولی در اصل خود به یک تهدید جدی به مردم افغانستان، امت اسلامی، کشورهای منطقه و حتی جهان مبدل شده. حکومت تاجیکستان از یک سو از بغاوتگران زیر نام مقاومت حمایت آشکار می نمایند و در پهلوی دیگر نقش پررنگ جوانان تاجیکستانی در صفوف داعش مبین این ادعا است. در حملاتی که در 10 ماه پسین بالای اماکن عامه و ملکی توسط داعش انجام شده، عاملین اکثریت آنها جوانان و نوجوانان تاجیکستانی بودند. این جوانان و نوجوانانی بودند که به تازگی به افغانستان از راه کشورهای منطقه به خاطر پوشش قرار دادن اهداف شومشان وارد شدند. اداره نشراتی المرصاد اخیراً به اسناد و شواهد دست یافته است که نشان می‌دهد جوانان تاجیکستانی بخش عمده قوای بشری گروه داعش در خراسان را تشکیل می‌دهد.
همچنان عملیات هایی که در این 10 ماه پسین توسط حکومت امارت اسلامی در افغانستان بر ضد داعش صورت گرفته به تعداد زیاد جوانان تاجکستانی در آن بازداشت گردیده اند. در نوارهای تصویری که اداره المرصاد از منابع امنیتی به دست آورده است دیده می شود که این جوانان را گروه داعش به نام های مختلف فریب داده و از آنها استفاده ابزاری نمودند. محمدامیدوف ولید هستم، پسر دوکو، شهروند جمهوری تاجیکستان. سال 1999 در شهر دوشنبه در رادوم دو تولد شدم. نام من فریدون، نام پدرم عبدالرحیم، زاده تاجیکستان باشم، ولایت قرانتپه، ناحیه دوستی. در دایش نامم سلیم باشد. من یعقوب محمدی، باشنده تاجیکستان از شهر دوشنبه. نام من مسلمان، در گروه داعش با نام ابو احمد هستم و پدرم سلیمان ولدیت رجب از کشور تاجیکستان هستم، از شهر دوشنبه، از قریه فیض آباد. من جامی ولدی عبدالستار ولدیت عبدالحنان از کشور تاجیکستان و شهر دوشنبه. من نسیم جان ولدی محمد جان ولدیت نورمزاده. من از تاجیکستان هستم، از شهر دوشنبه، ناحیه فردوسی و سنم 17 ساله و کنیم در داعش به نام حنظله بود. من نوریدین فرزند میرزا، شهروند تاجیکستان، باشنده ولایت کلاب، منطقه پشادره. اسمم در بین داعش ها سیف‌الله است. خب من پنتون خواندگیم، مکتب خواندگیم، ولیکن علمیت دینی نداشتم و اول از چی شروع میکردم؟ از مذهب سلفی، در عقیده جهادی نه، ولیکن امی مذهب سلفی ده بدم و بعد از آن عقیده داعشی پیدا شد. در همجا با واسطه تلگرام و کتیو جذب شدم. از طریق نت که ما درس ها و چیزها را گوش میکردم، با چینل های بود که در او چینل ها ما داخل شدم. این دعوت ای طرف همه شنیدم که میگفتند هجرت کنین، در زیر شریعت زندگی کنین. با نام شخص ابو محمد شناس شدم دعوت میکرد. اول به توحید دعوت کرد، یک دو مو به توحید دعوت کرد، بعد به جهاد دعوت کرد. بعد جهاد دعوت کرد که همین در دل سه پیدا شد، احساس خیلی شد که گفتم هجرت میکنم. وقتی فیلم های داعش رو میدیدم و همین چیز خیالی در مغز سر ما اومد و از همون چیز فریب خوردم. یعنی همون چیز خیلی تاثیر کرد در نظریات ما. از طرف گروه داعش جذب شدم و در تاجیکستان جذب شدم و بعد یک سال جذب شدم داخل افغانستان شدم. طریق تلگرام یه نفر به اسم یوسف با ما تماس برآمد و اولا صحبت های همین دنیاوی میکردیم و درباره کار همین چیزا صحبت میکردیم. بعد من دعوت میکرد و بسیار فیلم ها را میموند که نفر ها انتیاری میکنن و عملیات های داعش ها میموند و از این همین طریق من بسیار به گروه داعش ها جذب شدم. اگر اینا خواهی هجرت کنی مقصد، گفتم چی گپ هست در اونجا؟ گفت که ما جهاد میکنیم علیه کفار، مقصد ما ضد کفار میجنگیم. او وقت ما نمیدونستیم که شما گرفتگین. با ما گفته بودن که به افغانستان وقتی که میوید در اینجا فقط تعلیمی نظامی میکنید، نظامی و معسکر میگذارید و خودتون تعلیم میکنید که بر ضد مثلا دیگر کشورها جنگ میکنید، ولیکن در اینجا ما نمیدونستیم که اینها با امارات اسلامی جنگ میکنن. من میخواستم که طرف عراق شام برم، حسابی که ما گفتم به امید داعش که من میخوام طرف عراق شام برم، ما گفتن که طرف عراق شام راه نیست، فقط باید خراسان حرکت کنین. اینجا اومدم فکر کردم که اینجا ما کلگی به اسلام زندگی میکنیم،
آمدم فریبی دایش خوردم. میخواستم که پدر مادرم دیگه همسرای من بیارم، همسرم و فرزندای من دایجه از زندگی در زیر شریعت زندگی بکنیم. از طریق نت گوی تو معلوم چی میشد، فیلم ها و چیزها بر آمد که افغانستان فتح کردن و امریکا از اینجا رفت. با من ای تو دایش که خوب نمیشناختم، من فکر میکردم که اینا هم یک جا هستن، در حالی که ما آمدیم که اینا خودشان هر نفر در خانه ها در هر جا پوت هستن. ما کلوش یک جا فکر میکردیم که مسلمان ها همش یک جا هستن، در حالی که اینا با مسلمان ها زید داشتین. مرا فقط گفته بودن که امامت اسلامی من همش مرتج دیگن نعوذ بالله، و مرا به امسید دعوت کردن. او من احساسات شده مقصد حیران، من میخواستم مقصد که مثل در کتی یکان ریش مانو مقصد یک چیزای اسلامی باشه، در زندگیم و اسلام باشه، همین رقم میخواستم. در تاجیکستان چیزا نیست، ما تاجیکستان خیلی شد بسیار، ما در هر شهر میگردیم و مثل مزدری میکنیم، کار میکنیم، با که میبینیم مقصد ای فسق و فساد سر شده که بودیم، تا ایجا مانو سر شده بودیم. لیکی فریب خوردم، فهمیدیم که هیچ چیز نیست. اینجا آمدیم در یک خانه بنده بودیم، از خانه هیچ بیرون بر آمدن چیز به ما اجازت نبود. تاجیکستان را ترک کردیم به خاطر که میخواستیم قرآن حفظ کنیم. در تاجیکستان جای نبود برای قرآن حفظ کردن، با ما خواستیم، مجبور شدیم که از تاجیکستان را ترک کنیم و به دیگر کشور بریم قرآن حفظ کنیم. اولا در تاجیکستان این حقوق ها زیر پا میشید، ما را اجبارا نمیگذاشتن مثال به مسجد برویم و مثلا مدرسه بخونیم، درس های دینی بخونیم در تاجیکستان. در تاجیکستان و بعدا مجبور میشیدیم که از تاجیکستان سفر کنیم به دیگر کشورها هجرت کنیم. من وقتی مثلا نیتی استشهاده کردم، همیشه میخواستم که یک مسجد یا یک جایی که باشه که کافر اصلی باشن. حساب که علم نداشتم، من مثلا میگفتم که مرد مرتدی، من قبول میکردم. من که آمده بودم در ترکیه، که آمدم چی کردم مثال پاسپورت خود گفتن که در مرز که تیر میشه اوجا چرک به انداز دیگه پاسپورت به درد نمیخوره. من که گشته رفتنی میشیدم به پاسپورت به یه چیز، ما که هستیم کل جا به پاسپورت میریم، چه رقم دیگه رفتم. من دیگه ناچار مانده بودم، همین تو حیران مانده بودم چه بکنم، کدام طرف برم، چی کنم. فقط انتظار میبودم، تمام دعا میکردم که الله خودش یک راه یا چیز نشان بده. من مذهب امامی اعظم دادم، گفتن که اینجا در کل مذهب ها هسته. وقتی که آمدیم دیدیم یک خیلی چیز ها نیست، دروغ ها میگن، همش سلفی ها ساد. مقصد این چیزایی که امام اعظم رحمه الله هست، این چیزها شوم میبینن، بدبینی دارن، قبول نمیکنن. مقصد میبیایی عقیده تا ویران میکنن. ما که دیدیم این چیزها بسیار دمو که زور زدن، میخواستن عقیده همون خراب کنن. دیدیم بسیار بحث ها میکردیم، ما تا حتی فهمیدیم که یک نفر برای سوال دادن و سوال های داد که همی چیز خوب نیست، چی باش شما تکفیر میکنه چی ده، چند چیز هایی که ناحق بدن درست نبود، ای پیش خوچان کار میکردن و همون سوال ها داد برای هوای بندی کردن زدن شد. ما چیز ها دیدیم که بسیار یا خطرناک هستن. اخیر اخیر اومد که هم خیلی شید که دروغ بسیار شده باین خدا امیر مو که دروغ بسیار گفت، خیلی فسنت کار میکرد، خلاف سنت کار میکرد. شکی دیدیم مقصد نمو خلاف سنتش کفری بیان بود، کفری بیان بود. از همین سبب بسیار مقصد کمبودی را که دیدیم. وقتی که معلومات با ما شد که اینها بر ضد مردم عام و امارات اسلامی انفجارا انجام میدین، ما شک شده بودیم و فهمیدیم و با ما گفته بودن که تو باید استشهادی بکنی، یعنی انتحاری بکنی و واسکت در بدن بگیری. و ما راه نداشتم اول که بگریزم از خونم و دستگیر شدم با مجاهدای در امارات اسلامی. صد فیصد درک کردن که ما را فریب دادن، ما را بازی خود گرفتن، ما را فریب دادن، گفتن میرین در اونجا مدرسه میخونن، چیزی نداشتن، نه زمین داشتن نه مدرسه، چیزی ندارن، ما را فریب دادن. وقتی که ما را چیکردن، دعوت کردن، گفتن که ما بیا اینجا زمین داریم، مدرسه ها داریم، گفتن
بعد که اینجا اومدیم همه چی نزد ما آشکار شد، واضح شد که نه زمین دارن نه و مدرسه ندارن. اما در هیرو تقریبا یک نیم ماه در یک خونه حبس بودم و در اونجا نه با ما گوشی دسترس بود، نه قطعی خانواده میتونستم صحبت کنم، فقط در اون خونه مثل زندانی حبس بودم. و تقریبا بعد یک نیم ماه بعد ما به کابل آمدم، که به کابل آمدم تقریبا 4 ماه در کابل در یک خانه هم بندی. مثلا سوال هایی که در ذهن ما باید من او پرسان میکردم، من از او پرسان کرده نمیتونیستم، چون که توپای منافقه و توپای جاسوس به دماغ میزدن و من ضبط میکردن. در علاوه مقصد اینو این رقم به زبان شیرین مردم دعوت میکنن که گویا که کل چیز همی اعلام میکنی و میخوای که همراه اینا باشی و با اینا بپیوندی و ایقا با تو با محبت سخن میکنن و با محبت رفتار چی میکنن، مثال که میخوای همراه اینا، اینا میگه مسلمان های حقیقی ما بیام همراه اینا در یک جا زندگی بکنیم. و در اصل چهره حقیقی خود را پنهان میکنن که وقتی که آمده چقدر با تو مثال رفتاری بعد شون معلوم میشود. هر چیزی اینا سخت است، هر چیزی اینا انسان بخی همی از دلش از زندگی و از هر چیز سیاه میکنند. و هر کسی که در زندان همین روبرو شدیم با دایشی ها کلش توبه کشیدن، کلش میگن که ما در از این هیچ خوبی ندیدیم، با این که پیوند شدی دیگه از هر چیز میمانی، تمام آخرت هم از دست میدی، این دنیا هم گدوات میشه. و دیگه خوبش که مردم به فریب اینا دوچار نشوند. بعضی مسائل هست که ما میخواستیم سوال کنیم، سوال برای کردنش محکم میکنن، زندانی میکنن، بندید میکنن، بسیار ظلم میکنن، نمیخوان که حق فهمی. سوال تیشون یکم سوال تیشون در دین چیزی که هم یکوان باید همی رقم شوند. کدام نفرهای که میبیند علم ندارن، چیز ندارن، نمی فهمند، می گیرند شوند در استشادی، در هر چیز روی میکنند شوند، هر جا می دارند، جایی که مردم نماز می خوانند، دین سخن الله می گن در مسجد ها می دونند، در مسجد ها می کفنند. این چیزها که ما سوال میکردیم برای ما مثل می گفتند که شما جاسوس هسته، یا که این سوالهایی که نفاق دارد، چند چیزهای بعد می گفتند. می گفتیم نیست، سوال دادن اجازت نیست. ما تا حتی می دانیم که آدم برای سوال دادن بندی کردن قضورم کردن سرش ده. ما بسیار یا خطر داشتم و ترسم در وجودم بود که کاروی بد دارم رو میکنم. در دایش ها که هسته شک و چرا مثلا چرا تو قبول نمیکنی؟ دولت شروع میشود تخیم میتونن که مثلا بندید کنن، بسته کنن، شکنجه هسته که بعد اونو تو قبول میکنی ها ما جاسوس هستم مثلا میگی که تو مجبورت میکنن، یعنی دولت به درجه ای که میزنن تا که تو قبول داری که میگوی ها ما جاسوس هستم، میگن تو جاسوس هستی، میگوی نه میزن مجبور میشه آخر بگوی ها ما جاسوس هستم، کلاه رنجی را میپوشن، زبحت میکنن، خب خلاص. من سوال کردم که همین امیری که دمی خراسان های شهاب المهاجر میگن شما به زبان، همون زنده مرده همون عکسش هست یکون چیز ما واسه بینیمش اگه پیش قدش بشنیم بعد بکنیم، من رو هم تاری بزه ابن سر کردن که بعد کلانا را نمیستم بسن که همین نفرم تاری پسن ما چیش بگیم که با کانالا که همون آدم که امیر بدن بگیم نصر ما، اما ما را سوتی رو کردن گفتن که تاری سوال دیگه پرسونه که گفت شاید بخته مقصد ضرر شما. بعد دیگه همین سوال قابلت مقصد من اصلا کنجکاو بودم، من میخواستم که بفهمم که من در کدام گروه رفته گیم. یکی فهمیدم که مقصد ای تاجیکایی که نه عقیده دارن، نه فهم دارن، نه ای اسلام بخوابرن، بسیار همیه ها جلب میکنن، ای بسیار همیه ها روی میکنن همه جا، هیچ نه میدونن نه میفهمن. مقصد هر جایی که عملیات ها میشین با چشم حال میبینیم که همه شون تاجیک هم. تا حتی یک تشبرسان کردین که مقصد گفتین که همو انصار شد که نمیری خود یک استشادی کنیم، میگه ما جانم سرشیدگی هست که ما برم. ما که آمدیم ما یا هیچ که نمیگیره، فقط وسته تلگرام ایجا بیو
اینجا بیا، در اینجا جشین. ما هم فهمیدم تایم صفاشون بودم، ما فهمیدم که برای وای مهاجرین هیچ کی نیست، مهر ندارن مهاجرین. ده یک روز یا چند روز خچرا نشون میتن که با مهر هستن، یک سه روز چهار روز یک هفته میگذره با سر میشه. شما یک جا پیسه میابین، شما یک جا تفنگ میخرین، مواد میخرین، مواد انفجاری، صد یا که مرمی یا که اگون چیز دیگه. ها با 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 ما جواب میدادن که مثلا این نعمت الله میتد، رزق الله میتد. من گفتم به شک که الله رزق میتد، نفتم سبب کردن در کاره. به سبب گفتم بیتنه میشه که در خانت خواب باشی بگوی الله مرا میتد، مثلا الله عز و جل بالا گفتم مثلا نوزیل کنه که بیتنه مثلا یکان بوجی آرد یا که اگون چیز دیگه. من گفتم که ما مثلا اختطاف میکنیم، مثلا یکان نفری بایم میبینیم فرزند شه، زن شه یا که اگون چیز مثلا اختطاف میکنیم، اسیرش میکنیم، بعد از اون پیسه میگیریم. با طریقه بیت کوین پیسه را در افغانستان میگرفتند. از طرف بیت کوین از چی است به اینا پیسه کمک میشه؟ و چیزی ما بود که ما اینجا میام و سپورتی که پیسه از طرف اروپا از طرف ترکیه میاد با طریقه ما با مثلا با چیزی شما چی میگه امی بانکی دویشو که بیت المال بویشو دویشو میرسید. و میپرسیدیم که مصرف امید ای کجای چی رقم شما کار میکنی که مقصد های کجا در خونه شدگی چی رقم پیسه های کجا گفتی چیزای باید شما پرسا نکنید نکیم که پرسیدین اجازه نیستی چیزا مگف زدین. بعد بسیار بسیار که این مقصد میخواستیم فهمیم من خواه فهمیدیم که اروپا ای چند شهر رو این میکنم مقصد شهر رو که خورجه هستیم. این نفره که اینها شما اکشن ببینین با نام ابو محمد که در مسجد گلبدین حکمتیار عملیات انتحاری کرد شهروند تاجیکستان بود. این نفره که شما اینها اکشن ببینین این نفر با نام ابو الیاس که تاجیکستان و از دوشنبه و در مسجد گلبدین حکمتیار انتحاری کرد. این اکشن که اینها شما ببینین حتیش با نام ابو عمر و حتیش با نام عبدالجبار که در هتل چینیا عملیات کردن و یک نفر اینها که در خانه ما بود با نام عبدالجبار هر این ها از تاجیکستان و از دوشنبه بودن. این نفره که شما این حالا که شما بینین با نام عبدالجبار که تاجیکی بود دوشنبه و در میدان هوایی کابل نظامی انتحاری کرد. این نفره شما که این حالا که شما بینین با نام زکریا که شهروند تاجیکستان و از دوشنبه که در پیش دروازه وزارت خارجه عملیات انتحاری کرد که دایش همچون با نام خیبر قندهاری معرفی کرد که از قندهار نبودی بلکه از تاجیکستان و از دوشنبه بود. زیاد پشیمان هستم که چرا آمدم که در حالی که ایره قمچ کردن با ما فریب و چلبازی کردن یکام به ما نه یکام آزادی می دادن نه یکام زندگی خوب و نه یکام چیزی بود که ما در حالی که اونایی تو دعوت میکنن زن و فرزند تمیاری یا که این رقم و رقم مثال چی میکنن ما که آمدم هیچ چیز هیچ چیزا این وعده هاشون کلش پوچ و دروغ بود، نه جای داشتن نه مکان داشتن. در هر یک مثال هر کسی را که دعوت میکنن میارن دقیقا خانه پوتش میکنن اون را تا اینکه یا دستگیر میشه یا اینکه خدا انفجار میته یکان کار میکنه. کسی که دستگیر میشه خوب است که به خیرش است که این نه کشته میشه و نه چی میشه و از حق با خبر میشه و توبه میکشه. در زندان بسیار خیرها است، زندان هیچ وقت به شر انسان نیست. در ظاهر سخت از زندان لیکن در باطن زیاد خیرها داره. خیلی پزمان شیدگی هستم دوستم هم همسینفوم هم. خیلی پزمان شدگی است. تا این برا فکر نکنیم و پشایمون شدیم آمدیم به دستفی و خوش شدیم بعد. ما پشایمون هستیم، خیلی پشایمون هستیم. این با ما یک درس شد که ما نباید برای هر کس را باور کرد، نباید هر کس گپی هر کس را گرفت. همون کسایی که ما را فریب دادن از سبب که ما علمی ما خیلی کوچک بود نمیفهمیدیم فریب یار خوردیم و خیلی هم پشایمون شدیم از کاری کرده خودمون.
و انسان هایی که زیاد جمع میان از کشور تاجیکستان، همه اینا از همه جهت که علمیت ندارن، اصلا از دین خبر ندارن، این همه خوارجات اینا را فریب میتن. ما نیست فریب خورده ایم، خیلی از کاری کرده خودمون هم خیلی پشیمون شده. من میخوام که به داعش ها یک پیام بدم که عقیده داعشی که هست عقیده خوارجی هست و آنها بر حق نیستند و از پشت آنها زیاد مردم ظلم دیدن و از اسلام آنها فقط کشتن دارند و رهبریاتشون همشون یعنی درست نیست. من که خود یه جوان تاجیکی هستم، از تاجیکستان هستم، پیام به بچه های تاجیک، جوان های تاجیک است که فریب هر گونه مردم رو نخورند، زود در جلب و جذب اینا زود چینه شوند و دعوت هر گونه نفر را گروه های نمی که فریب میکنند مردم های داعش، مثال مردم جلب و جذب میکنه در حالی که کلی وعده ها و کلی گپایش دروغ است و اینا اکثریت کارشون با مسلمان ها جنگ کردن است و متشدد هستند، بسیار مثال شدید با مسلمان ها رفتار میکنن در حالی که مسلمان کشتن خود چقدر گناه بزرگ است. جوان ها نیاین و سبب نشوند که از دست یا مسلمان آسیب ببینه یا که مسلمان ضرر ببینه. بعد پیام دیگر این بعد دویش های به نفرهایی که مردم ها دعوت میکنن، ای کذابین، چی به شما دروغ میگین؟ مرا کسی که دعوت کرد مرا بگید در افغانستان ما منطقه داریم، منطقه را گرفتگیم و حدود الله جاری میکنیم و دوجه از اینا را ما سنگسار میکنیم، ما حدود الله جاری میکنیم. کذابین، از الله بترسین، عقیده خوارجتان را تغییر بتین که این شهر روز نمیشه که زیر کاردای امارت شما میمونین و از الله بترسین. چی به شما مردم به دروغ دعوت میکنین؟ آیا در داخل مسجد یک مردی که دعا میکنه از الله طلب میکنه که شفاش بده، تو میدونی این تئوری میکنی این اسلامی میشوه، این دولت اسلامی میشوه؟ و کسانی که اطفالی که در داخل مسجد قرآن میخونن، حافظ قرآن میشوند، تو دو در داخل اومد رو این تئوری میکنی، تو فکر میکنی اسلامی در کجای اسلام اومدگی که در داخل مسجد بشه و اخته انفجار بده؟ هر ولین با کسی نصیب میشوه که او در راه الله عز و جل جنگ نبوشه. از الله بترسین و یکی عقیده خوارجتان تغییر بتین. نه فریفته هر گروه نشید، چون که این از اول خود معلوم است که چی ایجاد هم اصلا جهاد نیست، جهاد جا تمام شدگی است، حکومت اسلامی داره جا. پیام ما با ابو محمد، شخصی که مرا فریفته کرد، جلب کرد، دروغ گفت، این است که از الله بترس، نکه معلوم فریفته نکه. اصلا نبیوین ایجا، ایجا نیست همون چیزی که شما دا میگن. خوک یک تا یمی گاونان همو کی گفت ابدان شام جا اومده که همو چیز هست در حقیقت، یگون تاش نمیگه برای کی میدونن کی میبینن کی او چیز نیست. رام محمود گفتن دورم که مقصد این راهی که نو حق کی دعوت میکنی، مقصد فکر بود جوانی همو ادمایی که میفیرود میکنی میبیوری فریب فهم میکنی، مقصد در دروغایی که میگی چیزایی که نیست میبیایی، مقصد مردم ها فریب میتی، ای الله بترسی کرو ها نکن، مقصد مردم ها دعوت نکن، مردار نکن. و پیام ما به ما نفرهایی که این حال منتظرن که داخل خاک افغانستان بشن و شما را فریب دادگیان که در داخل افغانستان ما یک ولایت یک منطقه را ضبط کردگیم که در وجه حدود الهی جاری میشوه، ای گپ شما دروغ، یگان منطقه افغانستان ضبط کردگی نیستن، همه منطقه افغانستان زیر تحت امارت اسلامی های و همین قشمه گمتان که چیزی که شما در نوارا میبینین که داعش مقابل رافیزی می جنگه، مقابل امریکایی می جنگه، این همش دروغ های باور نکنیم. یکی از ما داعش ها بودم که ما را گفتن که در افغانستان ساحه تمکین داریم، به بهتان به کیزبای هر خیل بدبخت ها و خوارج عقیده ها شما نپیوندید.
شما دیروز خواهری من را سطر شکشدین، امروز یک خواهری دیگر را. و از می اشتباه شما که مثل من جوانی مثلا نادان ای اسلام بخبر نبدگی با گروه های مثل دایش مثلا خوارج مانند داخل می شوند. حجاب های زنایشان را کش می کنند، به مردا بسیار سخت می رسه که به ناموس دست رازی می کنند. مردم بسیار ظلم می بینند، مقصد اوجه اسلام وجود ندارد. قرآن خونی را من که اگین کلان درس قرآن را من که اگین کدمه که درس می تید محکمش میکنن. زندان های تاجیکستان پر از مسلمان های است که نوق رفتگی محکم شدگی هستن برای درس تعلیم دادن قرآن. از لحاظ دین خیلی سختگیری است و در اونجا نمی اونه که مدرسه حتی یک مدرسه نیست، یک مدرسه نیست و ما نمیتونیم تحصیل کنیم در اونجا. از لحاظ دین نمیتونیم قرآن حفظ کنیم، نمیتونیم چی بریم. بسیار مردم مسلمان از ظلم میکنه از لحاظ دین، و خاطر دینشان، و خاطر نماز، حجاب، ریش، به همه این خاطر مدرسه خوندنشون، به همه خاطر خیلی از ظلم میکنه. حتی قاری های قرآن که درس میتن بچه وکای خورده که اوارا میگیرن بندی میکنن 30 سال 40 سال. خیلی از ظلم زیاده کنه. داستان این جوانان با هزاران جوان دیگر که در صفوف این گروهک استخباراتی جوانیشان را در راه تطبیق برنامه ها و منافع کفار از دست دادند. یکی از جوانان بی علمی که در راه منافع بیگانه، بدنامسازی اسلام، نظام مقدس اسلامی و تضعیف صفوف مقدس جهاد در سر تا سر سرزمین اسلامی، دنیا و آخرت خود را هلاک و ابزار ارزانبها برای سازمانهای استخباراتی بیگانه و اسلام ستیز شدند. کشورهای منطقه و جهان باید از دولت تاجیکستان بخواهند تا از اقداماتی که سبب ناامنی و تهدید در منطقه و جهان میگردد خودداری نمایند. حکومت تاجیکستان نیز باید از اقدامات دست بردارد که باعث جلب و جذب جوانان به صفوف داعش و ایجاد ناامنی در منطقه و جهان میگردد.